تمام کلماتی که ما استفاده می‌کنیم دارای بار انرژی هستند به نام انرژی صوتی. من صحبتی که می‌کنم امواج هوا رو منتقل می‌کنم تا پرده سماخ گوش شما رو به حرکت در بیاره، مرتعش بشه و بر اساس اون فرکانس‌هایی که تولید می‌کنیم پیام‌هایی می‌فرسته که ما اونا رو کد کردیم و معنی اون کلمات رو دریافت می‌کنیم. بنابراین کلماتی که داریم استفاده می‌کنیم دارای بار اثرگذار هستن رو ساختار اطلاعاتی مغزمون، چون می‌دونید جنس اطلاعات هم انرژیه و اطلاعات هم می‌تونه تغییر ماهیت بده. بنابراین من یه آزمایش خیلی ساده طراحی کردم برای شما و بینندگان عزیز که این آزمایش رو توی خونه انجام بدن، ببینید چطوری میتونه کلمات ما به طرز شگفت‌انگیزی روی زندگی ما، رفتار ما، حتی روی سلامت ما، روی بدن ما، روی مغز ما، روی هوش ما اثر بذاره. به همین سادگی. و این یه از پدیده‌های شگفت‌انگیزی هست که خداوند برای بندگانش آفریده. ما میایم دو تا شیشه رو که معمولا توی خونه همه عزیزان شیشه پیدا میشه، این شیشه ها رو بشورن، بعد سر شیشه ها رو باز کنن، وارو بکنن، این شیشه های خالی رو روی شعله گاز حرارت بدن که ضد عفونی بشه و بعد یه دونه پرتقال رو نصف کنن، نصف پرتقال رو توی این شیشه، نصف دیگه‌اش رو توی اون شیشه بذارن، بعد بیان برچسب روی اینا بزنن، یعنی از کلماتی که به طور عادی توی زندگی استفاده میکنن روی اینا برچسب بزنن. مثلا اگر شما هر روز به بچت میگی درس بخون، چرا نمیخونی، اعصابم خرد کردی، اگر درس نخونی به جایی نمیرسی، این روزا باید حتما مدرک داشته باشی، همه حرفای تیکی کلامای اینجوری رو بنویسین روی این برچسب بزنین و بعد اینا درش رو ببندین بذارین روی میزتون. روی اون یکی دیگه پرتقاله هم بیاین برچسبای خوب بزنید، اون چیزایی که اگر فرزندتون بهترین بود بهش میگفتی، مثلا من افتخار میکنم، آفرین، خیلی عالیه، باهوشی، تو میتونی، تو موفق میشی، خوشحالم از این که نمره عالی آوردی، خوشحالم از این که توی مدرسه میدرخشی، و اون سری جدید روی سکه بهترتون رو روی این بنویسید و بعد این دوتا رو بذارین روی میزتون یا توی آشپزخونه، خونه، هر جایی، توی هر محیطی که خودتون زندگی میکنید و این برداشت رو داشته باشین که این یکی رو با بارهای مثبت تحریک کردین و این یکی رو با بارهای منفی. شگفت انگیزه، از روز سوم متوجه میشید اینی که با بارهای منفی دستور دادید، احساسات بدتون رو بهش منتقل کردید، از روز سوم یا چهارم شروع میکنه به کپک زدن. حالا من اینا یه مقداری ببینم اگه بشه بیاریم بیرون، که این نیمه همون پرتقالیه که دو ماه پیش دوستان ما این کار رو انجام دادن و نیمه پرتقال سالم در اثر افکار ما تبدیل به کپک شده، در حالی که نیمه دیگه این پرتقال که همزمان با اون توی این بطری بوده در یک شرایط محیطی هر دو یه پرتقال بودن، نیمه همدیگه بودن، اما کلماتی که ما این برای این پرتقال به کار برده بودیم باعث شد این نصفه شروع کنه به کپک زدن. ببینید وقتی که این اتفاق میفته داره به ما خیلی هشدار میده، میگه کلمات با امواجشون باعث شدن با کلای این پرتقال و در واقع آب داخل این پرتقال رو تحریک کردن و عامل فساد رو به وجود آوردن، در حالی که این یکی دیگه کاملا سالمه، به طوری که الان ما میتونیم بخوریمش، پرتقالی که دو ماه قاش خورده. پس ببینیم اگر ما میخوایم روی اطرافیانمون تاثیر مثبت بذاریم، خب باید از کلمات مثبت استفاده کنیم، باید از کلماتی که دارای بار معنی هم فرکانس با ساختار آفرینش انسان، هم فرکانس با انرژی الهی که خداوند در آفرینش انسان داده استفاده بکنیم تا این سلامت بمونه.